لطفا خودتون معرفی بکنید و بگید از کجا اومدید. بله، من مهیار هستم، از کوین اومدم. اینجا الان کنفرانس بود برای حفاظت اشرف، الان تا الان حضور داشتم. دلیل حضورتون چی بوده توی این کنفرانس؟ همچنین که میدونین امروز و دیروز بانک مون و سازمان ملل گفتن که دیگه اشرفی ها باید برن لیبرتی. الان بس خیلی خطرناک شده، این کنفرانس هم گذاشتیم که حمایت کنیم از بچه اشرف و این خطر رو به دنیا نشون بدیم. بحث اشرف قسمتی از زندگی شما شده، یا این در طول روز و طول هفته شما با اون ارتباط دارید، این چه حسی رو به شما میرسونه؟ حس افتخارمه که از بچه اشرف حمایت کنم، چون بالاخره کارها همه اونا میکنن، ما هم اینجا به هر حال یک درصد کارهای اونا هم نمیکنیم، فقط پشتشون استادیم و ازشون حمایت میکنیم. به نظر من اصلا وظیفه‌م کار زیادی من نمی کنم، من جونم در خطر نیستش، من اینجا تو آلمان زندگی میکنم، اصلا خطری ندارم، مشکلی ندارم، هیچی. به نظر من وظیفه‌مه که از اونا که در خطر هستن و مخصوصا زندگیشون رو گذاشتن برای مبارزه و آزادی مردم ایران، وظیفه‌مه از اونا حمایت کنم. حیوان واسه هم سن ساله خودت که توی ایران شما رو میبینن چیه؟ حیوان به مردم ایران اینه که مخصوصا امیدوار باشن، نترسن. خیلی دیکتاتورها بودن در دنیا، ولی همشون سرنگون شدن. بعضی وقتا زیاد طول میکشه، ما میدونیم همه که رژیم آخوندی یکی از وحشی ترین دیکتاتورها هستش که در دنیا هستش، اینقدر اعدام و شکنجه و دیگه هیچی. به نظر من امیدوار باید باشن، این رژیم 100% سرنگون میشه و نترسن و نترسن و امید خدا به زودی این آشغالا و از کشور میتونیم بکشیم کنار و یه کشور آزادی و دموکراتیک همه با هم بسازیم. چه پیامی واسه بچه اشرف داری؟ برای بچه اشرف هم، برای من کی هستم که اونا پیام بدم؟ البته امیدوارم که اونا امید داشته باشن، امیدشون از دست ندن و میدونم شرایط خیلی سخته، الان خیلی سختی میکشه، از من خیلی چیزا نمیدونم، ولی اون چیزایی که من شنیدم خیلی وحشتناک و امید باشن و به اونا میگم که مبارزشون رو ادامه بدن که به زودی همه با هم در میدان آزادی با هم جشن بگیریم. سپاسگزارم از شما. خیلی ممنون. من سامان هستم از برلین و سلام میکنم خدمت اشرفیه عزیز و بینندگان برنامه ایران اشرف آزادی. پیام شما به جوانان داخل کشور و همسن سال خودتون چی؟ پیامم اینه که به هر دیدگاهی که اعتقاد دارم و مخالف جمهوری اسلامیه، حتی کوچکترین کارم شده، روی بیارم و تا بتونیم حکومت جهل و نابودی رو از ایران و ایران زمین خارج کنیم و بتونیم ایران آزاد داشته باشیم و آرزو میکنم که یه روز توی ایران واقعا همه به آزادی اون چیزی که فکر میکنیم برسیم. نسبت به اینی که اشرف الان یه بخشی از زندگی شما شده، مسائل اشرف و مسائل مقاومت و یه بخشی شده که هر روز با اون در ارتباط هست، چه از لحاظ خبری و چه از لحاظ اعتراضات، اکسیونا و جریاناتی که پیش میاد، چه احساسی را دیده در این خصوص؟ از اینکه میتونم از اشرفیان عزیز تا اونجایی که میتونم حمایت کنم خوشحالم و خوشبختانه بحث اشرف، نه اینکه یک بحث شخصی، بحث بین‌المللی شده، تا تمام پارلمان ها اینترا و تمام کشورها درش بحث میشن و امیدوارم که این دفعه هم با پیروزی بتونیم از این مرحله خارج بشیم و رژیم دو مرتبه شکست بزرگی رو تحمل کنیم. پیامتون به بچه اشرف چیه؟ از اینکه این هم از خود گذشتگی دارن احساس غرور میکنم، ازشون درس میگیرم و امیدوارم که بتونن به سلامت همگی اون هدف بزرگی که آزادی ایران است برسن. سپاسگزارم.